سلام دوستان، محمد هستم و با یه برنامه دیگه از باید بدانیم با شما هستم. در این برنامه از باید بدانیم به حواشی زندگی شخصی فرهاد اصلانی و خبرهای تلخ زندگیش میپردازیم. لطفاً قبل از هر چیز از این قسمت در زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله کنارش رو بزنید. فرهاد اصلانی در 18 خرداد ماه سال 1345 در بیجار کردستان متولد شد. ایشون در سال 1371 در دوره دو ساله کارگردانی و بازیگری در زمینه تئاتر از فرهنگسرای نیاوران فارغ التحصیل شد. فرهاد اصلانی متأهل و با مژده دانشپژوه ازدواج کرده. این زوج صاحب یک دختر به نام هانا هستند. مژده دانشپژوه همسر فرهاد اصلانی متولد 29 خرداد 1349 نقاش، کاریکاتوریست و مجسمه‌ساز ایرانیه. ایشون فعالیتش رو از سال 72 آغاز کرد و مدرک تحصیلیش کارشناس چاپ از دانشگاه الزهرا است. او دارای دیپلم نقاشی از هنرستان هنرهای تجسمی در سال 1368، فوق دیپلم نقاشی فرهنگسرای نیاوران در سال 1370، لیسانس طراحی چاپ دانشگاه هنر الزهرا در سال 1376 و شروع فعالیتش در زمینه تصویرگری در سال 1380 بود. ایشون در فروردین 94 نمایشگاه عروسک‌های مروجین ادبیات کودک و نوجوان موزه عروسک ملل در شهریور 94 نمایشگاه و رونمای عروسک معطر باجی موزه عروسک ملل و زمستان 96 رونمایی از عروسک چهارشنبه خاتون موزه عروسک و فرهنگ ایران را برگزار کرد. فرهاد اصلانی بازی در تئاتر رو در سال 1357 همزمان با تحصیل و همچنین بازی در نمایش‌های رادیویی از سال 1371 آغاز کرد. اولین بار در نقش جوان میوه فروش در مجموعه تلویزیونی همسایه ها که در سال 72 و به مناسبت ماه رمضان از تلویزیون پخش می شد، نظرها رو به خودش جلب کرد و سپس حضور در جلوی دوربین رو در سال 73 با فیلم روسری آبی کاری از رخشان بنی اعتماد تجربه کرد. ایشون در سریال آشپز باشی بسیار هنرمندانه ظاهر شد و نقشی به یاد موندنی رو در خاطر مردم ثبت کرد. اصلانی در زندگی خصوصی و من مادر هستم با بازی قوی خودش نقشی ماندگار رو به جا گذاشت. اما شاهکار فرهاد اصلانی رو میتونیم در نقش عبیدالله ابن زیاد در سریال فاخر مختارنامه مشاهده کنیم. بازی در نقش ابن زیاد در سریال مختارنامه در سال 1389 پایان بخش فعالیت فرهاد اصلانی در تلویزیون بود. ایشون میگه تلویزیون خیلی میتونست خردمندانه تر رفتار کنه و مردم رو با خودش آشتی بده، اما متاسفانه تلویزیون رویه‌ای رو انتخاب کرد که مدام کارها کمارزشتر و بی‌خاصیت‌تر شدن و به نظر میاد کسی انگیزه نداره و انگار فقط میخواد آب در دل کسی تکون نخوره. به همین دلیل هم من اصلا علاقه‌ای به کار در تلویزیون ندارم. فرهاد اصلانی درباره سریال مختارنامه گفت: من در همون ابتدا و مقدمات تحقیقاتی که درباره این نقش انجام دادم و میخواستم این نقش و رول رو بازی کنم، دو تا جمله خیلی تأثیر عجیبی برای من داشت که یکی از اونها از حمید مظفری بازیگر بسیار خوب تئاتر و پیشکسوت ما بود که آقای حمید مظفری به من گفت: کاری رو اخیراً ازت دیدم که متکی به گیریم بود و اون کار رو خوب اجرا کرده بودی، اما نقش ابن زیاد رو میخوای چیکار کنی؟ گفتم چطور؟ گفت در سریال مختار همه شبیه همن، همه عبا روی دوششونه. آیا فکر کردی که اینجا میخوای چیکار کنی؟ چون باید بازی متفاوتی از خودت نشون بدی. و این جمله خیلی تکان دهنده برای من بود. من برای این نقش خیلی تحقیق کردم و وقتی به بازی رسیدم تصمیم گرفتم صدای خاصی رو برای این نقش بسازم. به هر حال جزء طبقه خاصی بودم و با مردم عادی فرق داشتم و اون صدا مورد تایید آقای میر باقری قرار گرفت. فرصت یک ماهه داشتم و این فرصت کافی بود. پس رفتم شروع به تحقیق کردم و مختارنامه های مختلف و کتاب های مشابه دیگری رو خوندم. خوندن تاریخ این کمک رو به من کرد تا من بازی قابل باورتری رو تونستم ارائه بدم و وقتی نقش رو بازی می کردم دیالوگ های اون رو حفظ نمی کردم، بلکه اون رو حس می کردم و من با نقشم زندگی کردم. با خروج عامدانه اصلانی از تلویزیون، سینما آغوشش رو برای ایشون باز کرد.
حضور در یه حب قند سال 1389 رضا میرکریمی کافی بود تا ایشون شروع محکم و دوباره ای در سینما داشته باشه. اما وقتی پای اکران در میان میومد، بخت چندان با ایشون یار نبود. اصلانی دهه 90 رو با 4 فیلم توقیفی آغاز کرد. زندگی خصوصی محمد حسین فرحبخش، خرس خسرو معصومی، پل چوبی مهدی کرمپور و قصه های رخشان بنی اعتماد. در این میان و با گذشت 7 سال هنوز خرس بخت دیده شدن رو پیدا نکرده. از دیگر فیلم های شاخص اصلانی در این سالها میتونیم به کوچه بینام سال 1393 اشاره کنیم که دومین همکاری ایشون با هاتف علی مردانی بود و در اون با بازیگرانی مثل باران کوسری، پانتعا بهرام، فرشته صدر عرفایی و امیر آقایی هم بازی شد. 4مین تجربه سینمای مصطفی کیایی فیلم عصر یخبندان بود. یک درام جنایی و خانوادگی که در اون فرهاد اصلانی نقش مردی به نام بابک رو بازی میکنه که بعد از 12 سال زندگی مشترک با همسرش منیره با بازی مهتاب کرامتی روابطشون به سردی گرایش پیدا میکنه و منیره گرفتار مواد مخدر میشه. 6مین فیلم کارگردان گزیده کار سینمای ایران علیرضا رئیسیان در طول 25 سال دوران سرکشی بود که از بازی هنرمندانی چون شهاب حسینی و لیلا حاتمی سود می برد و مینا وحید نخستین نقش جدیش رو در سینما با این فیلم تجربه کرد. یکی از جنجالی ترین نقشای فرهاد اصلانی در زندگی خصوصی فیلم مهیج حسین فرحبخش شکل گرفت. او در نقش ابراهیم که از نیروهای تندروی اول انقلاب بوده و حالا سردبیر یک روزنامه اپوزیسیونه بازی می کنه که پریسا یا همون هانیه توسلی وارد زندگیش میشه و همه چیز رو به هم میریزه. فرحبخش که در اوایل دهه 60 بیش از هر چیز به عنوان تهیه کننده فیلم‌های بدنه شناخته میشد، 9 سال پس از نخستین کارگردانیش در فیلم آتش، این فیلم رو که در پس مثلث عشقیش لایه‌های انتقادی سیاسی پررنگی داشت ساخت که 6 روز پس از آغاز اکران در سال 91 به همراه گشت ارشاد از پرده پایین اومد و بعد به طور کامل لغو مجوز شد. فرهاد اصلانی که سال پرکاری رو پشت سر گذاشته، بازیگر نقش اصلی مرد جن زیباست. نورگل یشیلچای هم با پخش یک سریال ترکیه‌ای از طریق ماهواره در ایران به شهرت رسید. ایشون بازیگر نقش اصلی زن این فیلمه. در سال 91 در 2 فیلم به خاطر پونه ی هاتف علی مردانی و من مادر هستم فریدون جیرانی بازی کرد که اگرچه برخلاف فیلم‌های سال قبل بخت اکران پیدا کردن، اما با اصلاحات متعدد و اعتراضاتی شدید روبرو شدن. زندگی خصوصی و خرس در 30مین جشنواره ی فیلم فجر به روی پرده رفتن و اصلانی تونست در نخستین نامزدیش در فجر به سیمرغ بلورین جشنواره دست پیدا کنه، اتفاقی که تا به امروز تکرار نشده و 4 نامزدی بعدی ایشون در فجر به جایزه بدل نشد. اصلانی برای فیلم‌های قصه ها در جشنواره 32، دوران عاشقی در جشنواره 33، دختر در جشنواره 34 و مغزهای کوچک زنگ زده در جشنواره 36 نامزد دریافت سیمرغ شد. به عبارتی دیگه در 7 دوره اخیر جشنواره فیلم فجر، اصلانی در 5 دوره نامزد دریافت جایزه بوده که در نوع خودش رکورد قابل توجهیه. ایشون میگه اقتضای سن من که در 55 سالگی هستم ایجاب میکنه که در چهارچوب خودم که به اون اعتقاد دارم و از پدرم آموختم زندگی کنم و قانونمند باشم و سعی کنم که مشکلی پیش نیاد. در تمام این سالها در هر سلیقه سیاسی زندگی کردیم که ممکنه با برخی از این سلیقه ها یا دولت ها هم موافق نباشیم، اما در همون چهارچوب هم زندگی میکنیم. این روشیه که من میدونم و غیر از اون هم بلد نیستم. برای من تئاتر خیلی جای دلیه، اما الان احساس میکنم که نمیتونم در اونجا کار کنم. فرهاد اصلانی در سریال هم خوش میدرخشه. او در آخرین سریال نمایش خانگیش در نقش شرافت سریال هیولا تجربه متفاوتی داشت. با این حال در بازی کمدی نشون میده که ذوق و قریحش کمتر از مثلا رضا عطاران نیست. باهوش و واکنشهاش به دیالوگها خنده‌دار از کار در اومده. زمانی که در 3 نقش ظاهر میشه و پای وجدان و شیطان وجودش هم وسط میاد، واقعا 3 نقش رو بازی میکنه و نه اینکه تیپ سازی کنه. خودش که حیران و گیج مونده که با زندگیش چه کنه. نقش شیطان که راحت و کمی لوده است و نقش وجدان که عصا قورت داده و جدیه.
ایشون میگه شرایط خوبی نیست. من برای تئاتر خیلی سخت میگیرم و باید پیشنهاد و نمایشنامه اونقدر خوب و پرمسئله باشه که برم. ضمن اینکه الان شکل ممیزی هم تغییر کرده و مثل سابق نیست. میگذرونه که تو تمرینات رو بکنی و بعد که گروه به هم و به کارشون وابستگی پیدا کردن تازه ممیزی شروع میشه. خط استوا به کارگردانی اصغر نعیمی که در شهر جاکارتا و جزیره بالی مقابل دوربین رفته، این روزها به نیمه راه فیلمبرداری خودش رسیده و فیلمبرداری اون با بازی فرهاد اصلانی و سیامک انصاری ادامه داره. آزاده صمدی نیز دیگر بازیگر این فیلمه. فرهاد اصلانی که در چند روز پیش مادرش رو از دست داد، چندی پیش متنی تلخ رو در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد. فرهاد اصلانی بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون کشور، پس از درگذشت مادرش با انتشار عکسی در صفحه اینستاگرامش نوشت: دست‌هایی که مرا به آغوش کشید، دست‌هایی که اشک‌هایم را پاک کرد و مرا نوازش کرد، دست‌هایی که برای من به دعا برخاست، دست هایی که پشت و پناه من بود، دست های مادرم. بدرود مادر جان، روحت شاد. دوستان عزیز، مرسی که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگه به برنامه های ما علاقه مندید، میتونید از زیر همین ویدیو و از طریق دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و با زدن علامت زنگوله کنار اون اولین نفر از ویدیوهای ما با خبر بشید. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.